خودم از اهل سنت هستم بله و آمدیم، میفهم قوانین لایف تون هم میفهم، همه چیز شما میفهم دیگه. ما فقط یک سوال داشتم که ما و شما شکر الحمدلله کل ما مسلمان هستیم، ما در اذان که میگیم مثلا فقط نام الله و نام محمد صلی الله علیه و سلم و اینا رو میگیم، شما در اذان که مثلا میگین اهل تشیع و اینا نام حضرت علی رو میگن، یعنی دلیل از همین چی است؟ چی میگیم ما در اذان؟ در اذان مثلا شما میگین که نام حضرت علی رو نمیگیرین. نه، نام حضرت علی رو نمیگیرین. نه، مثلا اشهد الله اله علی و ولی الله. لا اله علی و ولی الله نمیگیم ما میگیم لا اله الا الله. نه، اشهدو اشهدو یعنی شهادت میدهیم، معنایش بر بگیم شهادت میدهیم که علی ولی الله است. اما تو میگن نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خوش آمدید مذهب تشیع برادر عزیز. قمر جان لالا پایینم دو... شوخی کردم. شما گفتید پس ما چرا اشهد ان علی ولی الله در اذان میگیم، درسته؟ بله. در آیات شما انشالله که آیات قرآن قبول دارید. بله بله الحمدلله. در آیات قرآن آقای احمدی، در آیات قرآن در سوره مائده، قرآن پیشت هست عزیز دل؟ نه خیر، نه خیر، نه اشکال نداره. در سوره مائده آیه 55 نمیره بیارم. در سوره مائده آیه 55 در جزء ششم سیپاره ششم. بله. اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. کلمه کلمه با هم دیگه پیش مریم. انما یعنی صد فیصد، این جمله تاکید برای حصر یعنی حتما صد درصد. انما ولی، ولی شما، سرپرست شما، ولی و کم، کم یعنی شما، خطاب هست الله سبحانه و تعالی در مسلمانان میگه قطعا ولی شما. اول چه کسی هست؟ انما ولی کم الله، اول الله سبحانه و تعالی هست. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و رسول، اشهد ان محمد عبده و رسوله. بعد از ایشون والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، کسی که ایمان داره نماز میخونه، و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و در حالت رکوع در نماز زکات میده. پس اول اطاعت از الله واجبه، بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد از اون کسی که هم مسلمان بود ایمان داشت نماز میخوند و در حالت رکوع زکات پرداخت. حالا ببینید این شخص در کتاب شما، چون میدانید که هر آیه از قرآن یک شأن نزول داره، یعنی اتفاق افتاده که آیه نازل شده. بله 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 بله. ببینیم در کتاب شما آقای احمدی بزرگوار، ببینیم در کتاب شما مفسرانی که شما دارید، مفسرین قرآن چه چیزی را گفتن که این آیه در شأن چه کسی و برای چه چیزی نازل شده؟ من میره آمده کنم الان به شما نشان میدم. درست. همونطور که میبینید در کتاب شرح المقاصد دست چپ بالا چه نویشته؟ صفحه 270 نویشته همین آیه ای که خواندم، سوره مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چه نوشته؟ نزلت، نازل شد به اتفاق المفسرین. کل مفسران اعتقاد دارن که این آیه نازل شد فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد. چه زمانی؟ حین اعطی الطائل خاتمه، وقتی که خاتم انگشتر خود را در سائل در گدا بخشید. چه زمانی؟ و هو راکعون فی الصلات، در حالت رکوع در نماز. ای آیه نازل شد، ای کارا که انجام داد ای آیه نازل شد که الله سبحانه و تعالی فرمود ولی شما الله، انما ولیکم الله، الله و رسول، رسول و سپس علی ابن ابی طالب.
حالا ما گفتیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا ولي الله، چون که الله میگه ولی علی بن ابی طالب است. درست است، او را قبول داریم که بسیار لقبای بزرگ، بسیار لقبای خوب داشت حضرت علی، که یکی از لقبایش هم شیر خدا بود، اینا را همیشه قبول داریم. اما ما دیدیم لایف هایتان، دیدیم بعضی کسا می توهین میکنن از هر قوم که هستن، از هر چیزی که هستن. مثلا شما میگین که سه خلیفه که ما میگین پیش از حضرت علی خلافت کرده، شما میگین اونا را قبول ندارن اصلا، درست است؟ اما بله. ما در شیعه اسماعیلیه دیدیم دوستان بوده، مثلا حتی خانده ما کنا مگیم قبول دارن در خلافت اونا رو قبول دارن. شیعه های اسماعیلیه، شیعه هایی که اسماعیلیه هستن، شیعه های اسماعیلیه گمراه هن عزیز دل. اونها میدانی ما بذار یک چیز نشان بدم، گفتی شیعه های اسماعیلیه ابوبکر و عمر اینا رو قبول داره، درسته؟ بله بله. من الان امام اسماعیلیه رو مدد نشان میدم. خب ما 12 تا امام داریم ما شیعه ها، درسته؟ آه بله بله. اسماعیلیه 49 دانه امام داره، یعنی نفر رو میبینی؟ یعنی رو میبینی؟ آه آقا خانه خب این امامشان هستن. همین با عقل و منطق تو سازگاره که همچین انسانی معرف اسلام باشه. نخیر یعنی لینگ میبینی؟ نه ما خو یعنی این مال یک داف که... هستن، یا داف یا یک ملف تر تازه، همچین انسانی معرف اسلام میتونه باشه با این شرط ماماندوز؟ خو ایرم ما قبول ندارم، خودم قبول ندارم. یعنی گفتم اصلا که اونام شیعه هستن، نه تنها که قبول ندارم، ایرم به خاطر از اصلا گفتم. از لحاظ و من ایرم به خاطر از گفتم گفتم نفهم ما ببخشید گفتم گفتم ما ایرم به خاطر گفتم که شما چند روز پیش یکی از دختر خانم های شیعه که در کشورهای اروپایی گفت زندگی میکنین، شما برش یک اکس نشان دادیم، چهار نفر بود، گفتین اینا در بین خود مثلا تفاوت دارن، اهل سنت هستن، مگم یک شان دست خدا یک قسمت بسته میکنن. ما ای را گفتم که یعنی شیعه هم ما دو رقم داریم، مثلا یک شیعه هست که خودتان هستین، از دو رقم بیشتر آقای یک... احمدی از دو رقم حتی بیشتر. خب ما وقت دو رقم شامل شناسم، به خاطر که ما امید دیدیم دوستان بوده، رفیقا بوده، آره به می خاطر. و ما پیغمبر خدا هست يعني... در از این مورد یک سخن از حد یک حدیث از پیغمبر خدا از کتاب خود شما، قال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شاید خودتون رو شنیده باشید، که امت عیسی علیه الصلاة و السلام پس از عیسی 71 فرقه می شود، امت موسی علیه الصلاة و السلام پس از موسی 72 فرقه، و امت من پس از من 73 فرقه می شود، کلهم فی النار الا فرقه واحده، تمام از اینا در آتش جهنم هستند به جز یک فرقه، که این فرقه در بهشت میره نجات پیدا میکنه. وقتی پیغمبر خدا میگه امت من 73 فرقه میشود، یعنی چی؟ یعنی تمام از این فرقه ها میگن لا اله الا الله، محمد رسول الله، قرآن کتاب ما، با این حال در آتش جهنم میسوزند. حالا من یعنی من گفتم اگر که شما در بین خودم اختلاف دارید، اصلا شیعه را کنار بذاریم، از بین همین چهار تا مذهب کدامتان در بهشت میرید؟ ما خودم وقت مدام چند روز وقت لایف هایتان رو میدم، بعض وقتا مگم نمی جدی نمی گرفتم، رد میشتم. ما مدام چند روز لایف های خودتان دیدم و لایف های چند تای دیگر دیدم که مثلا شیعه میره پس سر شیعه مثلا گپ میزد و سنی میم و سر سنی. ما وقت ایران موندم، گفتم من شکر الحمدلله مسلمان هستم، روزه میگیرم، چند امیال رو میفهمید تا باله افتار کنیم، اما غذا نخوردیم تا باله. ما دستار هستم، با من خاطر گفتم باش لایف خودتان دیدم، گفتم بیایم که دفعه ما با من خاطر گفتم ما شکر الحمدلله مسلمان هستم، اینا هم در لایف میگن که مسلمان هستیم، یک دو لایف دیگر رو میبینی که اونا میگن مسلمان هستیم. پس آیا اصلا حق اصلی از کی هست؟ ما اصلا از کدام مذهب پیروی کنیم که میگن دین ما اسلام هست؟ چرا مثلا مذهب ما فرق داره؟ خب دین ما اسلام هست، مذهب فرق داره، چون بعد از پیغمبر خدا نیست و این کدام گپ خرد نیست. میفهم میفهم، ما ایرا گفتم که دایی کدام چی ندارم، مثلا خود پیغمبر گفته به عمر رضی الله تعالی عنه، گفته گفت ای عمر، وقتی که تو مثلا
مکمل حدیثش یادم نیست، اما امی قدر یادم است که به حضرت عمر خطاب کرده گفته که وقتی که تو در کوچه را میری شیطان از او کوچه فرار میکنه. درست است؟ یعنی یکی از ضعیف هسته بسر کن، یعنی در صحیح بخاری صحیح مسلم نامده؟ این حدیث ضعیف عزیز دل. میدانی اصل حدیث چگونه هسته؟ چگونه است؟ پیغمبر خداش می حدیث خودتان هست، ضبط هم کنید اگر دروغ گفتم بزنید در روی. شما میگید پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با یک ده زنان نشسته بود در خانه، با یک ده زنان نشسته بود، اینا حجاب نداشتن، این زنا پیش پیغمبر به حجاب ششته بود. صدای عمر میاد که عمر داخل خانه میشه، بله، این زنا از ترس صدای عمر میخواستن در او حجاب میکنن. عمر که میاد پیغمبر خدا خنده میکنه، عمر میپرسه که چرا میخندی یا صلی الله علیه وسلم؟ میگه که ببین چقدر تو در اسلام قوی هستی که این زنان با آمدن تو حجاب را رعایت کردن، بدان از او کوچه‌ای که تو میری شیطان نمیرود. امیره با عقل و منطق خود یک در نظر بگیر، محمد مصطفی که پیغمبر خداوند هستن در پیش زنان به حجاب میشه، بله. زنان از پیغمبر خدا ترسی ندارن، پیغمبر خدا پیش زنای به حجاب میشه هیچ گپی نیستن، ولی اونا باز از عمر شرم نمیشن. کلان به نظر من اشتباه است. به خاطر چی خداوند گفته وقتی که به خانمای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا مثلا دخترای اینا حرف میزنین از پشت پرده رو بزنین، وقتی که میریم به غذا خوردن تا که دعوتتون نکرد پیش از تایم وقتتون نروین، وقتی که غذایتون میخورین بعد از این نشینین مثلا بعد از غذا ما شما مثلا خودمو مردمو میشینه قصه اینا نشینه، فقط غذایتون تمام کنین براین. به خاطر چی خدا پیغمبر بر شما گفته نمیتونه، ولی خداوند خوشش نمیه و خداوند کسی نیست که از کس مثلا کم چیزا پنهان کنه بگه باشی خفه میشه چی. به او خاطر خداوند میگه که وقتی که میرین در سر خانه پیغمبر میشینین غذایتون تمام کردین براین و حتی برای قصه کردن اینا نشینین. خب الان چرا که مثلا پیغمبر داری یا اشتباهی؟ ای گپ را که پیشتر خودت گفتی من این واقعا تایید نمیکنم که پیغمبر با زنان مخارج شده باشه. این همین چیزی که من گفتم اونم اون حدیثی که تو دنبالش هستی. نه اینه میداد من از من تو یادگاری امشب وقت داری برو اون حدیث خود تو بگرد پیدا کن، اگر این چیزی که من گفتم نبود هرچی تو گفتی، همین چیزی که با عقل تو سازگار نمیاد، فقط با عقل تو سازگار نیست چون اون رو من گفتم، در صورتی که اینمی در کتاب خود است، اینمی هم بخاری و مسلم. نه به خاطر که خودت گفتی، نه به خاطر که عقل انسانی رو تایید نمیکنه. احسن که پیغمبر با زمان در کتاب شمایی که معتبر میدانید بخاری و مسلم، یعنی چیزا اما دادی. خب کتابای معتبر ما که هست مثلا حدیث ها چند رقم هست که مثلا آقای احمدی صحیح بخاری صحیح مسلم هست و نه ما گفتم حدیث هایی مثلا در کتاب های معتبر آمده حدیث چند رقم داره، حدیث قوی است، حدیث متوسط داره، حدیث مثلا ضعیف داره که قدر کس تایید نمیکنه. ما این رو گفتم یعنی که ما درست چک میکنم امشب سبا فردا شب چک میکنم، بعد از یک مثلا تایید کنم دوباره بازم میام دلایف. خوبش من منتظر هست، سلامت باش من منتظر. و یکی شما مثلا گفتین که چیستا همی کسایی را که صحابی را از یکی برادرای ما چند روز پیش سوال کردین که گفت که شما سوال کن صحابی را میشناسین، گفتن اتنیز براتون از نظر من تعریف شما از صحابه چه چیزی هستن؟ شما تعریف خود ما تعریف شخصی خود باید دارای چه ویژگی هایی باشن که صحابه نام بگیره؟ صحابه ما کجایی که خواندیم در کتابایی که خواندیم صحابه و کسی گفته میشه که ایمان آورده باشه به خداوند و رسول و قرآنش، باز مثلا به زنده شدن بعد از مرگ اینا ایمان مسلمان باشه و در عین از یک مسلمان بوده باشه پیغمبر خدا رو دیده باشه. پس این صحابه میشه درسته؟ از نظر ما مثلا تا جایی که ما خود خوانیم نه فهم مثلا کتابا درست بوده نبوده، ما خواندیم همین چیز تعریف درسته، تعریف عقلانی و منطقی هست. حالا کسی که ویژگی ها رو داشته باشه، کسی بله؟ که این ویژگی ها را داشته باشه و پیغمبر خدا نیز او را صحابه بگه، پیغمبر خدا بله. نیز این همین نفره که این ویژگی ها را داره پیغمبر خدا نیز او را میگه صحابه هستی، این نفره بله؟ که پیغمبر خدا او را صحابه میگه امکان داره در دوزخ بره بعد از اینکه مثلا
مثلا اشتباه کنه، بله ها چرا نه، احسن، چرا ما من فقط امیر میگیم. پیغمبرها از گناه معلوم هستند؟ ماشاءالله، ما من امیر میگیم که پس تنها صحابه بودن مهم نیست، بلکه ممکنه کاری انجام بده که بخی کافر شد. بله درست؟ بله احسنت. بله انا بله به حال خاطر ما که میخوایم راجع تنها به کسانی که از گناه معلوم است پیغمبر است. احسنت انار ما و شما باز میتونیم راجع به همین صحابه ای که ابوبکر و عمر و عثمان هستند صحبت کنیم، ببینیم اینا چه کاری انجام دادن و آیا کافر گفته میشن یا نه. البته الان نه، شما چون یعنی این سر دلایل را که شما میگین، دلایل تمام از کتب صحاح و سته، از بخاری بله مسلم ما هست، فعلا سرکار چشمی است. نه نه مگم الان چون بحث طولانی میشه و شما در مکان مناسبی نیستید. اینمی حدیث کوچه عمر برید دنبالش بله بگردید، فردا بیاید باز در ادامه صحبت میکنیم. گپ نیست انشاءالله انشاءالله انشاءالله. انشاءالله که آزرده نشده باشین، نه نه نه، فقط من یک خیلی بحث بحث خوبی بود، تشکر درست. از اینکه ادب و احترام رعایت شد. ممنون، سلامت سلامت، زنده باشین، سلامت باش، خداحافظ. خدا نگهدار.